بمب اتمی و ساختن سانتریفوژ های موسوم به پیدو و تولید و وارد کردن پرس آیزوستاتیک و هات پرس برای ساخت نیمکره بمب اتمی را تشریح نمود و گفت حتی دستگاه های به ظاهر غیر نظامی رژیم که دستاندرکار پروژه های اتمی هستند تماما تحت کنترل سپاه پاسداران می باشند. وی در پایان سخنان خود نتیجه گیری کرد که مسئله دستیابی رژیم ایران به سلاح اتمی تنها مسئله زمان است. هر گونه فرصت دادن به این رژیم خطرناک است و به همین خاطر فریبکاری و مخفیکاری دو تاکتیک اصلی آن می باشد. رژیم جامعه جهانی و به خصوص آمریکا را با اطلاعات دروغ فریب می دهد. اطلاعات غلط را از طریق ماموران دو جانبه و بعضاً چند جانبه، اهم از ایرانی، عرب و حتی بعضاً اروپایی و آمریکایی و بسیاری اوقات غیر مستقیم به سرویس های غربی درز می دهد. رژیم ایران منبع اصلی اطلاعات دروغ در مورد سلاح های کشتار جمعی عراق بود و امروز منبع اصلی اخبار دروغ در مورد متوقف کردن پروژه های تسلیحات اتمی خودش می باشد. راه حل نهایی برای رهایی از شر یک رژیم بنیادگرای تروریست که مجهز به بمب اتم باشد، تغییر رژیم در ایران است و این تغییر تنها در صلاحیت و ظرفیت مقاومت ایران می باشد. هر گونه تعلل در اعمال قاطعیت علیه رژیم و حمایت از مقاومت ایران جهان را با فاجعه ملایان اتمی مواجه می کند. در کنفرانس مطبوعاتی مقاومت ایران در بروکسل، شاهین قبادی، عضو کمیسیون خارجه شورا در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران گفت اگر شما به قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد نگاه کنید، سایت ها یا افراد یا کمپانی هایی که درگیر فعالیت های اتمی رژیم بوده و تحت تحریم قرار گرفتند، اساساً آنهایی هستند که از سوی مقاومت ایران افشا شده است. وی افزود، مقاومت در یک هفته گذشته به این اقناع و اطمینان رسیده است که رژیم ایران هیچ فعالیتی جز سایت لویزانشیان را آن هم به خاطر افشاگری مقاومت ایران متوقف نکرده است.